ادب در تعامل با قرآن، اخلاص نیت هنگام تلاوت قرآن برای رب العزت و الجلال. چرا؟ چون تلاوت قرآن عبادته، بلکه از اجل و اعظم عباداته. هر چیزی که عبادت، دو تا شرط برای مقبولیتش لازم هست. هر عبادتی که در شرع مطرح شده، دو تا شرط برای قبول شدنش لازم هست. یک، اخلاص نیت برای رب العزت و الجلال. دو، متابعت و پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلم. این دو تا شرط برای قبول عمله. خداوند می فرمایند و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. پس وقت کلام خدا را که محبوب خداست و شما می خواهید با تلاوت کلامش خودتو عزیز درگاه خدا بکنید، باید با اخلاص بکنید، چون عبادت هست. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند اقرأوا القرآن و ابتغوا به وجه الله. قرآن تلاوت نکنید به خاطر که بگن صدات خیلی زیباست، به خاطر شهرت، به خاطر سکه بهار آزادی، مثل خیلی از قاریانی که میان. تلاوتش باید خالصانه باشه، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده بعضی از خواننده های قرآن و قرآن اونها رو لعنت میکنه. خیلی وقتا قرآن طلبکار ما میشه، مدعی ما میشه. دوم، این که قرآن را با حضور قلب بخواند، دلش حاضر باشه، همه چی تو این زبان نباشه، چون کلام رب العالمینه. عظمت این کلام به عظمت صاحبشه. عظمت این کلام و عظمت رب العالمینو در دل احضار بکنه هنگام چه؟ کلام رب العالمین. این آداب اگر رعایت بشه، محاله که قرآن در انسان تأثیرگذار نشه، انسان منقلب میکنه و متحول میکنه. چرا قلبش حاضر باشه؟ چون قرآن کلام خداست و خطاب خداست، و وقتی خطاب خدا به عبدشه، به بندشه، این خطاب پیام داره. اگر قلبی هنگام تلاوت قرآن حاضر نباشه، دقت نداشته باشه، نمیتونه اون پیامو دریافت بکنه و محتوای اون خطابو دریافت بکنه. قبلا هم گفتم که هیچ آیه سرگردان و ولگردی در قرآن وجود نداره که کاربرد عملی یا علمی در زندگی مسلمان نداشته باشه. نگاهمونو به قرآن عوض بکنیم. قرآن دستور عمل زندگی است. پس حضور دل لازمه، چون خطاب خداست و هر خطابی پیامی داره. اگه حضور قلب نباشه، این پیام دریافت نمیشه. سوم، این که بر طهارت کامل تلاوت کند. طهارت کامل، طهارت دل، طهارت فکر، طهارت بدن، طهارت لباس، طهارت مکان. تا به حال اینطوری قرآن رو تلاوت کردیم. سه چیز در اسلام وضو لازم داره. یک، دست زدن به مصحف، کلام رب العالمین. کسی که غسلی برش واجب باشه یا وضو برش واجب باشه و غسل نزده باشه و وضو نگرفته باشه، حق نداره دست به کلام رب العالمین بزنه. حق نداره دست بزنه. اولین چیزی که وضو لازم داره قرآنه. دومین چیزی که لازم داره، وضو لازم داره، طواف خانه خداست. هفت بار طواف باید وضو داشته باشید. و سومین چیزی که وضو لازم داره نمازه. یک، دست زدن به مصحف. لا یمسه الا المطهرون. کسی حق نداره اینو لمس بکنه، مس بکنه، دست بزنه، مگر مطهرون، که از طهارت
حدثه که از حدث اکبر و اصغر هر دو چه پاک باشه و وضو داشته باشه. دو طواف خانه خدا، سه نماز، چیزهای دیگه مستحبه. میخوای دعا بکنید وضو داشته باشید بهتره، اما دست زدن چه؟ به قرآن و نماز خوندن و طواف وضو میخواد. اسلام وقتی گفته این سه تا وضو میخواد، چه چیزی رو میخواد بهش برسه؟ علما میگن اگر مسلمانی طول روز و شب با وضو باشه، سه تا حالت بهش تداعی میشه، تزریق میشه، سه تا حس. یک، این که همیشه چه دستش رو قرآنه. این سه تا حس رو خوب توجهش بکنید. در اسلام تاکید شده که انسان مسلمان در طول شبانه روز وضو داشته باشه، حتی اگر نماز نمیخونه، حتی اگر دست به قرآن نمیزنه، حتی اگر در حالت طواف نیست، اصلا با وضو باشه. میخواد بره سر کار، مغازه میخواد بره، تو شرکتش میخواد بره، صیاده، کشاورزه، تاجره، بازرگانه، تا وضوت باطل شد دوباره وضو بگیر. پس اینو فراموش نکنید، سه چیز در اسلام وضو میخواد: یک، نماز، دو، طواف، سه، دست زدن به قرآن. و تأکید شده که انسان مسلمان در طول 24 ساعت شبانه روز با وضو باشه و با وضو بخوابه رو دست راستش رو به قبله هنگام خوابیدن در شب. چه چیزی تولید میکنه این با وضو بودن در طول 24 ساعت شبانه روز؟ از اونجا گفتیم سه چیز وضو میخواد. یک، اولین حسی که تولید میکنه در رابطه با قرآنه، چون قرآن وضو میخواد که تو دست بزنی و تو هم در طول 24 ساعت با وضو هستید. این احساس به تو تزریق میکنه، درت ایجاد میشه که همیشه قرآن تو بغلته، دستت رو قرآنه. این حس اگر قوی بشه، تو قرآن رو دستت بگیر برو خلاف بکن، میتونید؟ با وضو هم هستید، روزه چه حسی تولید کرده؟ دست میره سر یخچال، این گرمای 50 درجه، در یخچال رو باز میکنید، یه لحظه فراموش کردید که روزه هستید، خیس عرقید، یه شربت عرقیات خیلی عالی خنک تو یخچال هست، دست میره رو پارش که بردارید، یک دفعه یادت میاد روزه میذارید. اگر با وضو باشید، این حس برای تو ایجاد میشه که تو همیشه چه؟ قرآن تو بغلته. این خودش بازدارنده است، احساس خوبیه. حالت دوم، اگه همیشه با وضو باشید، نماز وضو میخواد. فکر میکنید همیشه تو نمازید، تو محل کارید، ولی چون برای نماز وضو لازمه، چه این حس رو برای تو. حس سوم، حس میکنید که همیشه طواف خانه خدا میکنید، سبحان الله، چون وضو دارید و طواف وضو میخواد. پس ادب سوم این که انسان کلام رب العالمین رو بر طهارت کامل، طهارت قلب، طهارت فکر، طهارت بدن، طهارت لباس، طهارت مکان. و یکی از اماکنی که تأکید شده مسواک زدن هنگام تلاوت قرآن، دهانت هم باید خوشبو باشه، لباست هم اگر که تمیز باشه، یه خوشبویی هم به خودت بزنید، با این پاکی و تمیزی و اون اخلاص و اون حضور قلب، نگاه کن چی میشه. چهارم، این که قرآن را در اماکن نجس و مستقذر و در جمعی که دوست ندارن قرآن را بشنوند و سر و صدا میکنن و بهش توجه نمی کنن، تلاوت نکنه. دو، در اماکنی که توهین به قرآن می کنن. اگر تو تلاوت کردید، توهین می کنن به قرآن. عادات مشرکین این بود که وقت پیامبر قرآن رو تلاوت می کرد، به همدیگه می گفتن چه؟ این قرآن رو گوش ندید، انگشتانتون رو بکنید تو گوشاتون، والغوفی، حرفای بی رب بزنید، بیهوده بزنید، لغو بزنید تا این صدا رسانه شه. پنجم، قبل از این که تلاوت قرآن شروع بکنه، باید پناه به خدا ببره از وسوسه شیطان. خداوند می فرماین فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. قرآن که باز کردید، اون آداب را رعایت کردید، رو به قبله نشستید، میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اگه از وسط سوره میخوای بخونید، بسم الله لازم نداره. اما اگر از اول سوره میخوای بخونید، هم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگی، هم بسم الله الرحمن الرحیمی که در اول سوره است. اینم یک مسئولیته. ششم، این که صوتش و صداش و هنگام تلاوت قرآن زیبا قرار بده. زیباترین صوتش با حال و هوای زیبا، هر صدای خوشی داره بگذاره برای تلاوت قرآن. و یکی از وسایل و ابزاری که صدای انسان رو زیبا میکنه، رعایت احکام تجویدی است. انسان به دو جهت صداش زیبا میشه، یکی موهبه است و ذاتیه. بعضی خانواده ها ذاتن صداشون چه زیباست، این موهبه است، این یک هوشه، این یک استعداده. تو بعضی از خانواده ها با بچه هاشون چه میبینی، کل اعضای خانواده صداشون چه خوشه، یا نقاشیشون خوشه، یا خطاطیشون خوشه، یا طبع و قریحه شعر دارن از همون تولد. بعضی خانواده ها بچه هاشون طبع شعر گفتن دارن. این یک قسمته، این دیگه فضل خداست به بعضی ها داده. اما حالت دوم اکتسابیه، این که تجوید رو رعایت بکنید. تجوید یعنی قرار دادن هر حرفی و لفظی در محل خودش و صفات و مخارج حروف رو درست ادا کردن. تجوید هم یک علمه، قرآن تلقی است. کسی که قرآن رو پیش یک شیخی نخونده نمیتونه قرآن رو به دیگری آموزش بده، چون قرآن تلقی است، دهن به دهن باید بگیرید از نسل قبلی، از معلمی. همینطوری که جبرئیل، رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن رو از جبرئیل گرفتن و صحابه از رسول الله صلی الله علیه و سلم، دهن به دهن بهش میگن تلقی. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، کسی که با قرآن خوش آهنگی نکنه، خوش آوازی نکنه، از ما نیست. میخواد قرآن بخونه، حال حوصله نداره، هم خمیازه میکشه، هم خوابالوده، هنوز شروع نکرده، صداش هم به هم ریخته است. بعد میگیم قرآن تو ما اثر نمیذاره. مطعم ابن جبیر میگه در نماز مغرب پیامبر سوره و طور میخوند، در عمرم به این زیبایی قرآن رو نشنیدم. حالا صوت پیامبر رو تصور بکن، با اون آدابی که رعایت میکنه، با اون حال و هوا، میگه به این زیبایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم تلاوت میکرد تو عمرم قرآن نشنیده بودم. قرآن کتاب معجزه هست. برید کتاب هایی که درباره اعجاز قرآن نوشته شده، نه تنها اعجاز علمیش، پیشگویی هاش، که من دیروزم اشاره کردم به یک آیه که در رابطه با وصف جهنم هست، این که رگهای عصبی انسان تو پوست انسانه. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. اما همین نغمه و آواز قرآن هم معجزه است. از زمان نزول قرآن تا امروز میلیون ها انسان با صداهای زیبای مختلف و متنوع، هیچ کدوم شبیه به هم نیست. سبحان الله، چه کلامی است، اعجاز دیگه. اصلا نغمه هاش، آهنگش، القاش، چقدر امروز کاریانه زیادی، بچه های خردسال چه صداهای زیبایی دارن. هفتم، این که قرآن رو شمرده شمرده بخوانند، سری نخوانند. خداوند میگه ورتل القرآن ترتیلا، قرآن رو شمرده شمرده با صدای زیبا و صوت زیبا. نهم، ببخشید، هشتم و آخرینش، این که اگر در هنگام تلاوت به آیه سجده رسید، سجده کند، چه در نماز باشه چه در خارج از نماز باشه.
چه خودش خواننده باشه، چه دیگری خواننده باشه و خودش شنونده باشه. در قرآن 14 محل آیه سجده آمده. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند وقتی که فرزندان آدم، بندگان خدا، مسلمان‌ها به آیه سجده می‌رسند و بلافاصله تکبیر میگن، با وضو سر به سجده میگذارن و میگن سبحان ربی الاعلا و بحمده، ابلیس میگه خودشو بر زمین میزنه، تکه تکه میکنه. بعد ابلیس میگه خوش به سعادت فرزندان آدم، امر شدن به سجده، سجده کردن برای رب العالمین و بدا به حال من، امر شدن به سجده شرف برای آدم، نافرمانی خدا کردم و سجده نکردم. خصوصا اگر در نماز ایستادی یک دفعه آیه سجده میخونه امام، الله اکبر، همه با هم یک دفعه میرن سر به سجده، سبحان ربی الاعلا و بحمده. برای رفتن به سجده تکبیر لازم هست، وضو لازم هست، سبحان ربی الاعلا و دعا میتونید بکنید. ولی برای بالا آمدن اگه تو نماز باشه تکبیر، در غیر نماز نشستی تلاوت میکنید به آیه سجده رسیدید، الله اکبر. وضو هم لازم دارید، تکبیر هم لازم هست، سبحان ربی الاعلا و دعا. برای بالا آمدن تکبیر لازم نیست. اگر تو مسجد نشستی، تو خونه دارید تلاوت میکنید به سجده رسیدید، سلام هم لازم نیست. ابن عثیمین حفظه الله میگه که، رحمه الله، میگه که ثابت نشده. بعضی مذاهب هم میگن سلام بده، ایشون میگه ثابت نشده. تو مجالس، یک کتابی داره در رابطه با مجالس شبهای رمضان و روزهای رمضان، این 14 تا سجده اینطوری آمده. 2 تاش تو سوره حجه، در سوره حج 2 تاست، سوره اعراف، سوره رعد، سوره نحل. نحل، ما نحل داریم و نمل داریم، نحل زنبوره. سوره اسراء، سوره مریم، سوره فرقان، سوره نمل. تو سوره نمل هم آمده و تو سوره سجده، الف لام میم تنزیل، سوره سجده. سوره در قرآن داریم به اسم سوره سجده که سنت هست امامای مساجد در روز جمعه در نماز صبح در رکعت اول سوره سجده بخونن، سنته. در حرمه میخونن، بعضی مساجد هم میخونن. بعد سوره فصلت، سوره نجم، سوره انشقاق و سوره اقرا. بس جد وقت داره